خب عرض ادب دارم و احترام خدمت شما امیران عزیز ارجمندم. آقای سپهر خسروی عزیز برنامه را هدایت میکنند. امروز با کی هستیم؟ دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. هر وقت که خاطرات نوریالا رو درباره دقیقه 40 میخونم واقعا دچار دلتنگی میشم، دچار نوستالژی میشم. حق با اوست. وقتی آدم به اون دوره نگاه میکنه، مخصوصا به عرصه و قلمرو ادبیات ایران و شاهد ظهور شعرهای غول‌آسا در قلمرو ادبیات، شعرهای آشنا که مردم اونا رو دوست دارن، آثارشون رو میخونن، میخرن و میخونن، خیلی مهمه. چی؟ دلتنگ میشم دیگه بابت گذشته. چرا ما اینقدر افول کردیم؟ آقای نوریالای عزیز درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکارتون و بینندگان شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که حال شما خوب باشه. بد نیستم به مرمتون. یه خورده هوای بهاری اینجا آلرژی های من بالا برده، صدا فکر میکنم خیلی گرفت. آقای نوریالای شعر رو کاملا کنار گذاشتی واقعا؟ نه پس مثلا آخرین انتشار نه آخرین کاری که سرودید مثلا کی بود؟ مثلا 10 روز پیش. آخر خب بسیار عالی. خودش بسیار امیدوار کننده. من همیشه یاد نیمایوشیج میفتم که در سال عرض کنم که 1356 از تهران بلند شد رفت به آستارا، اونجا دبیر دبیرستان ها شد و از اون به بعد تا 1319 خبری از نیمایشیش نبود. 2-3 گونی داشتش و شعرهایی که میگفت هر گونی یکی از کتاباش بود و هر شعری که میگفت مثلا تشخیص میداد که این شعر باید توی اون کتاب منتشر شه، مینداختش توی اون گونی. و بعد که در سال 1319 صادق هدایت و مینباشیان دعوتش کردن برای همکاری با مجله موسیقی و او برگشت به تهران و اولین شعر در واقع نوی معاصر، شعر نیمایی رو به نام ققنوس رو در مجله موسیقی منتشر کرد، همیشه گوشه اتاقش این عرض کنم که گونیا بود. من خودم دیده بودم برای اینکه وقتی که او فوت کرد و آل احمد رو عرض کنم وصی خودش کرد، آل احمد که حال این کارا نداشت، یه آل احمد بود، یکی هم دکتر محمد معین. یه دکتر معین هم همون سالها رفتش تو کما و 5-6 تو کما بود تا اینکه فوت کرد. این بود که نشستن فکر کردن چیکار کنن با این گونیا. بالاخره زنده یاد سیروس تاهواز رو انتخاب کردن و این گونیا رو تحویل سیروس دادن. خب سیروس هم رفیق ما بود و با هم زندگی میکردیم. اینها او خیلی خسیس بود، ما همه آرزو داشتیم این گونیا و خط نیما و اینا رو ببینیم ولی اون راحتی این کار رو نمیکرد. ولی بالاخره یه شبی که من پیشش خود سیروس بودم به من گفت میخوای گونیای نیما رو ببینیم؟ با کمال اشتیاق گفتم بله. و برد من یه اتاق پهلویی بود، نشونم داد و چند تا از شعرهای نیما رو هم در آورد که هنوز منتشر نشده بود. روی مثلا این کایت سیگارهایی بود بنامه سیگار هما. یه جعبه های مستطیلی بود که وقتی که باز میکردید یه طبقه سیگار بود، یه کاغذ بود، یه طبقه دیگه سیگار روش بود. نیما بسیاری از شعراش رو اون کاغذ وسطی بوتی سیگار هما نوشته بود و اینا رو انداخته بود تو اون بود. و واقعا سیروس تاهواز زحمتی کشید که تمام این شعرها رو عرض کنم که به روی کاغذ بیاره و بعد منتشر بکنه و کتابها رو مطابق میل نیما انجام بده. این روزا من بدون این که بخوام خودم رو مقایسه بکنم با نیما، منم بیشتر این حال و هوا رو دارم. یعنی حال و هوای انتشار شعر رو ندارم ولی خب اون عادت قدیمیه که در من سرودنش هست. گهگاهی ما هم یه گونی اینجا درست میکنیم میدادیم توش. خب همیشه جای امیدواریست دیگه. یعنی شم روشنه دیگه، شم احساس و شم دل روشنه. داشتم پری روزها ستاره سرخ رو میخوندم، یعنی اولین نشریه مربوط به کمونیست های قبل از حزب توده، کمونیست های اولیه ایران.
وقتی متن مقالاتشون رو میخونم متوجه شدم این نیما با این کارش چه زلزله‌ای در قلم رو به ادبیات ایران ایجاد کرد. چقدر مهم، واقعا ظهورش خیلی مهم بود. یعنی تا قبل از اون نمیدونم مثلا حتی در قلم روی نصر که خیلی ما پیچیده نگار بودیم بیشتر، خیلی قامز و پیچیده، در حالی که بعد از اون دیگه یواش یواش هم نصر ساده تر میشه، بهتر میشه، روانتر میشه. نیما خیلی مؤثر بوده. من فکر میکنم که ما هنوز هم اهمیت نیما رو درک نکردیم و من میبینم مقالاتی که راجع به نیما یوشیج و شعر نو و اینها نوشته میشه بیشتر در مورد این که مثلا نیما عرض کنم که قافیه رو از ته ابیات برداشت و ابیات رو کوتاه بلند کرد و این حرفا، راجع به این نوآوری‌های سوری او سخن میگن، در حالی که عقاید نیما راجع به هنر و راجع به شعر به نظر من مسائلی هستش که هنوز هم بروزه و جوانای ما باید برن واقعا این منابع رو بخونن که این مرد چجوری دنیا رو میدید و چگونه به هنر فکر میکرد و غیره. کاملا درسته. ببین من رفتم روزنامه رو انتخاب کردم که مربوط به یک گروه خیلی پیشرو و مترقی زمان خودش بوده، یعنی گروه انقلابی قاعدتا. خب شما این انقلاب یا این تفکر انقلابی رو باید در نثرش هم مشاهده کنید دیگه، ولی باز ببینید نه خیلی اینا متأثر بودن از به اصطلاح نثر و زبان رایج، در حالی که نیما وقتی ظهور پیدا میکنه از اون به بعد که همه چی عوض میشه، همه چیز رو به ساده و در واقع ایرانی ها ساده گرا میشن در این قلم و این به نظرم خب یه پدیده فوق العاده بوده، خیلی عالی. خب البته مثلا دوستانی مثل مثلا زنده‌یاد نادرپور اعتقاد داشتن که نیما تسلطی به زبان فارسی نداشت و بسیاری از کارهای نیما رو ناشی از ضعف نیما میدونن، به طوری که مثلا اخوان ثالث اون بدعت‌ها و بدایع نیما رو در این مورد نوشتش که آقا این تصرفاتی که این در زبان فارسی کرده اینها ناشی از فارسی ندانی نیست، بلکه ناشی از تسلط عمیق نیماست به ادبیات کهن ما، نثری که در گذشته ای که هنوز اون غلظت و پیچیدگی نثر مثلا صفویه و قاجاریه اینا رو پیدا نکرده او داشته، او یک زبان نوعی رو آورده. به هر حال این همه این حرفا راجع به نیما زده شده است که یه عده میگن که فارسیش بد بوده، یه میگن خوب بوده، ولی من فکر میکنم که اساسا یه دریچه ای رو به روی زبان فارسی باز کرده نیما که هنوز هم خودش گفته دیگه، گفته من یک رودخانه ای هستم که از هر کجای من میشه آب برداشت. واقعا هنوز هم نیما یک منبع مراجعه برای هر ادیب و هنرمند است. شخصا دیده بودی دورو؟ نه خیر، خیلی برای من عجیب بود این مسئله، برای اینکه بعدن که آخه من هم خب از اول غزل و قصیده و اینها میگفتم دیگه، خیلی دیر مثلا سالهای آخر دبیرستان بود که با شعر نو آشنا شدم دیگه. نیما سال 1338 مرده بود و من تازه سال 1338 رفتم به طرف شعر نو نیمایی، ولی بعد کشف کردم که نیما، میدونی نیما اسمش بود علی اسفندیاری، نوری اسفندیاری، مال نور مازندران بود که خب خانواده من هم مال نور مازندرانم و نیما با پدر بزرگ من یعنی پدر پدرم بسیار با هم دوست بودن و در این حال راجع به ادبیات با هم اختلاف داشتن. من اینا رو همه رو بعدن کشف کردم وقتی که مثلا رفتم سراغ پدر من، یه جعبه عکس قدیمی داشتش، رفتم دیدم او چقدر عکس نیما اون تو هست همراه با پدر بزرگم و بعد خواهر بزرگ من مینو که خب 10 سالی از من بزرگتر بود اون نیما رو میشناخت، میگفت خیلی نیما دوست داشت بچه ها رو پاش بشونه و براشون قصه بگه و خیلی از قصه هایی که من بلدم رو نیما برام گفته و جالب بود مثلا تو شعرهای پدر بزرگم هم دیدم که تو شعر حمله کرده به نیمای
نیما یه شعری داره به نام خون زرد و این گفته آقای مزخرفات چیه خون زرد یعنی چی و اینا، خیلی با هم اختلاف داشتن ولی با هم دوست بودن. متاسفانه من این سعادت رو نداشتم که بالاخره خون زرد چه معنایی داشته. نیما میدونید در ایمایش سازی روش خاصی رو داشت، یعنی اینکه میامد بین مثلا علت و معلول فاصله ها رو بر می داشت. یعنی اینکه مثلا کسی که دچار کمخونی میشه و روی زرد پیدا میکنه، این واسطه رو برداشته اینجا و گفته خون زرد. یعنی خون آدمی که دچار زردی پوسته مثلا از فقر و گرسنگی. خیلی از این کارا توی شعراش کرده که خب بعضی ها به قول ادبای فارسی میگویند که این جزو اختیارات شاعره که چی کار بکنه چی کار نکنه. نیما به طرز وسیعی از اختیارات شاعر تو کار خودش در تصویر سازی های خودش استفاده میکنه. ولی قدمای ما این کار رو قبول نداشتن دیگه. بله، از اون بعد شک کردن در افعال زبان فارسی اصلا باب میشه در شعر و ادبیات ایران. آقای دکتر نوریالا، بریم بر سر بحث خودمون. خیلی جالبه، یادم باشه هفته های دیگه هم در این باره ها و از شما سوالاتی دارم حتما در میان بگذارم. بحثی که داشتیم که به نظرم بحث جالبی است، باژه‌خانه، نام این برنامه است هم میانان. باژه‌خانه رو خود آقای دکتر نوریالا ابداع کردن و در اون مبحث مربوط به ورود پاره لغات و مفاهیم به زبان فارسی مطرحه که به نظرم برخی از اونها که در قلمرو علوم نظری بودی و سیاست و از این و اقتصاد بوده خیلی باعث تو سوء تفاهم شده، خیلی سوء تفاهمات ایجاد کرده میان روشنفکران ما. کتابی اخیرا ترجمه شده به زبان فارسی، من میدم نقدی بر این کتاب رو، چقدر اختلاف وجود داره در پیدا کردن معادل برای بسیاری از مفاهیم نوعی که وارد مثلا رشته جامعه شناسی و یا رشته علوم سیاسی میشه. ما سراپا گوشیم. شاید بد نباشه در آغاز این حرف در ادامه سخنان حضرت عالی به این نکته اشاره کنم در مورد همین قضیه که در نوشته های نیما رخ داده. یعنی اینکه ما در مجموعه ساختمان مغزیمون برای درک دنیا، خبری که از دنیا میاد و میرسه به مغز ما، این رو بهش میگیم حس و احساس. مغز ما در مقابلش یه عکس العملی نشون میده که بهش میگیم عاطفه. و مثلا وقتی که چیزی دست ما رو آتش میسوزونه، اون حس سوختن آتش وقتی به مغز ما میرسه، ما در مقابلش یک عکس العملی نشون میدیم به نام عاطفه که مثلا دستمون رو میکشیم و احساس سوختن شدید میکنیم. این دوتا کلمه تو زبان فارسی کاملا برعکس هم به کار رفته از مدت ها، پیش از زمان، از پیش از انقلاب مشروطه. نیما یکی از مهمترین کتاب های که داره راجع به هنر و شعر هست، اسمش ارزش احساسات. در حالی که وقتی که شما کتاب رو میخونید میفهمید که نیما داره راجع به ارزش عواطف صحبت میکنه در این قضیه، و خب این به نظر من یه خیلی سوء تفاهم رو ایجاد میکنه در فهم آنچه که نیما راجع به تصویرسازی در شعر میگه. به هر حال این فقط یه اشاره بود به اون قضیه. من در برنامه قبلی خودمون به مثلث حکومت رسیدم و اینکه حکومت از دو تا منشأ از مثلث بالایی که عبارت بودش از ملت، حکومت و کشور، یک مثلث جدیدی منشأ میشه به نام حکومت که در واقع از یک سو از حاکمیت رو عرض کنم که متعین میکنه، متحقق میکنه، و از سوی دیگه اراده ملت رو در مورد خودش. و عرض کردم که این به وسیله دو تا روند، یکی انتخابات و یکی همه پرسی، انجام میشه که ملت اراده خودش رو راجع به این که حکومت چه کار باید بکنه رو نشون میده. و اما خود حکومت
یک مثلثی رو ارائه میده که من عرض کردم که در هر گوشه اون یکی از قوای مملکت است. ما میدونیم که ما سه تا قوه داریم و تفکیک قوا که میگند یعنی که هیچ کدوم از این قوه ها حق ندارند که در کار هم دیگه دخالت بکنند. قدرت اون قوه اول که قوه مقننه یا قانونگذاری است و در شکل مجلس یا پارلمان ظهور میکنه در رأس این مثلث میشینه. من این رو در عرض کنم که یک امروز سه تا اسلاید فرستادم برای آقای سپهر که لطف کنند و در برنامه نشون بدن. این در واقع اولین اون اسلاید رو دارم توضیح میدم. در رأس اون مثلث مجلس میشینه، در یکی دیگهش دولت میشینه و در یکی دیگهش بودش که به اینجا که رسیدم وقت برنامه ما به اتمام رسید و من نرسیدم به زاویه سوم در این مثلث حکومت بپردازم که اون رو ما بهش میگیم قوه قضاییه که در واقع قوه داوری هست و جدا کردن داد از بیداد، درست از غلط و غیره. و این یک نیروی مستقلی است که در واقع نظارت میکنه بر اینکه مجلس که قوه ای رو عرض کنم که قانونی رو به تصویب میرسونه آیا با قانون اساسی که قانون مادر هست انطباق داره و دولت آیا اونها رو به درستی اجرا میکنه و غیره یا نه. یعنی اینکه به این ترتیب ما به دومین مثلث از بحث مثلثات سیاسی و اجتماعی که بنده آغاز کردم میرسیم که مثلث حکومت باشه که در سزلش ما مجلس، دولت و دستگاه داوری یا قوه قضاییه داریم. و در هم آخر جلسه قبلی هم به این نکته اشاره کردم که باز در زبان فارسی ما هنوز بین دولت و حکومت نه تفاوت میگذاریم و نه اینکه میگوییم که کدومشون چه تعریفی دارند و در رابطه با اون دیگری در چه موضعی قرار دارند. عرض کردم مثلا در زبان انگلیسی ما یک کلمه داریم به نام استیت، یک کلمه داریم به نام گورنمنت. یعنی مثلا امریکا دارای یک استیت هست، یعنی یک حکومتی در اونجا هست و بعد یک گاورنمنتی داره که در واقع اون رو اداره میکنه. بهش مثلا کابینه هم میگن، ادمینستریشن هم میگن، کابینه مثلا آقای ترامپ آمده و غیره از این حرف. این اختلاف هم وجود داره و به همین دلیل ما وقتی که متون معاصر فارسی رو که اغلبش هم ترجمه هست در مورد مسائل سیاسی میخونیم، وقتی که طرف کلمه دولت یا کلمه حکومت رو به کار میبره برای ما مشخص نیست داره راجع به چی صحبت میکنه. به خصوص من که درگیر، یعنی مهمترین مفهومی که برای من مطرح هست مفهوم سکولاریزمه و سکولاریزم معنی جدایی استیت هست از عرض کنم که مذهب، وقتی که میدم نگاه میکنم که خب این رو، این جدایی استیت از ریلیجن رو چگونه ترجمه کردن، من به 9 تا ترجمه مختلف برخوردم. یکی گفته که جدایی مثلا دین از دولت، یکی گفته دین از حکومت، یکی گفته مذهب از دین، یکی گفته مذهب از حکومت، یکی مذهب از دولت. خلاصه 9 تا ما ترجمه الان داریم در فارسی برای یه عبارت ساده تعریف سکولاریزم به معنی جدایی استیت از ریلیجن. عرض کنم که در اینجا من قصد داشتم که یک مبحث تازه‌ای رو هم باز بکنم که امیدوارم بتونم تا آخرش رو در همین دقایقی که داریم عرض کنم که برسونم. و اون این هستش که ما برای انجام کارهامون در زندگی نهادهای مختلفی رو به وجود میاریم یا به وجود میآیند. و عشق مثلا خانواده یک نهاد است، نمیدونم دولت یک نهاد است، حکومت یک نهاد است، نمیدونم اقتصاد نهاد دیگری است.
برای نهادسازی به نظر من از 300 سال پیش به این ور رفته رفته ما یک مدل معینی رو در جهان انتخاب کرده ایم که با حدوث عرض کنم که عصر روشنگری و ورود ما به دوران تمدن، این مدل مدل نهادسازی ما شده. هر نهادی رو که میخوایم بسید میخوایم انجمن خانه و مدرسه درست کنیم، دو مرتبه رجوع ما به این مدل از نهادسازی است. من در اسلاید دوم عرض کنم که این مدل رو اول به صورت یک شرکت سهامی نشون داده ام به خاطر اینکه فکر میکنم این مدل قابل تطبیق داده شدن بر همه نهادهای دیگر اجتماعی. ما در یک شرکت سهامی در مرحله اول سهامداران اون شرکت رو داریم، مشارکت میکنن با هم دیگه در یه امر معینی، در یه هدف معینی، در یک میسیون یا میشن معینی، و اینها دارای سهام این شرکت هستند. در این حال برای ایجاد نهادی که این شرکت هست احتیاج به نوشتن یک اساسنامه هست که در اون بگویند که ما میخوایم چیکار بکنیم، چگونه میخوایم اون کار رو انجام بدیم و اون تشکیلات اداری و اجرایی که میخوایم داشته باشیم برای انجام این کار چیه. همه اینها رو اون اساسنامه این شرکت تعیین میکنه. سپس این سهامداران در یه جایی با همدیگه جمع میشن در زیر یک سقفی و اون سقف رو ما بهش میگیم مجمع عمومی، مجمعی محل جمع آمدن عموم صاحبان عرض کنم که سهام اون شرکت، و اینها با هم میشینن صحبت میکنن، گزارش گوش میکنن، تعیین تکلیف میکنن برای آینده اون شرکت. میگن مثلا در سال جدید بهتر است ما این روش ها رو برای اداره شرکتمون اختیار بکنیم، و سپس دست به انتخابات میزنن و هیئت مدیره اون شرکت رو انتخاب میکنن که اینها بروند و از طرف صاحبان سهام شرکت رو بگردونن. این هیئت مدیره هم درش عرض کنم که انواع و اقسام مناصب وجود داره. یکی مثلا میشه رئیس هیئت مدیره، دیگری میشه مدیر عامل شرکت، یکی میشه خزانه‌دار شرکت، یکی میشه مسئول امور اداری شرکت. یعنی به این ترتیب دستگاه اجرایی این شرکت که به وسیله صاحبان سهام انتخاب میشن، اینها عرض کنم که موظف میشن که وظایف مختلف رو بر اساس تقسیم وظایف انجام بدن. یه هیئت بازرسان هم اونجا گذاشته میشه، یا هیئت حسابرسان رو میذارن اونجا که نظارت بکنن بر کار این هیئت مدیره، اون مدیر عامل و اون صاحب منصبان شرکت، که اونها اولا از اساسنامه و بعدم از مصوبات مجمع عمومی تخطی نکنن. در این حال این شرکت برای اینکه کاری رو انجام بده نیازمند به یک چیزیست به نام سرمایه، یعنی باید یک پولی رو در اختیار داشته باشه که با اون پول هم حقوق بده هم عرض کنم که اهداف شرکت رو انجام بده، و در مقابل این کاری که میکنه اون وقت صاحب درآمدهایی میشه. یعنی یک سو سرمایه هست، یک سو درآمد هست در داخل این شرکت سهامی. این مدل رو ما اگر در نظر بگیریم میبینید که همه نهادهای اجتماعی مدرن امروزی بر همین قیاس هستند. ممکنه این مدل مثلا در مسجد کار نکنه، در خانه ها کار نکنه، اما شما وقتی که میرسید به نهادهای مدرن و امروزی اجتماعی میبینید که همین مدل قابل تکراره. و من در اسلاید سوم میخوام نشون بدم که مسئله حکومت هم در واقع روی همین مدل ساخته شده، و اگر ما ارتباط مدل شرکت سهامی و حکومت سیاسی یک مملکت رو در نظر بگیریم، بهتر حدود تفکیک وظایف، مسئولیت ها، نظارت ها و حق صاحبان سهام رو میتونیم درک بکنیم. یعنی اینکه در این
عرض کنم که اسلاید سوم ما، شما میبینید که در سمت چپ ما همون عرض کنم که جزئیات مربوط به شرکت سهامی رو حالا میاییم روی مدل نهادسازی مربوط به حکومت نگاه میکنیم. میگیم که شرکت سهامی معادلش اونور میشود کشوری که دارای نظامی هست. سهامداران اون شرکت چی هستند؟ ما بهشون میگیم ملت یا شهروندان. اینها صاحبان سهام این شرکتی هستند که کشور نام داره. اساسنامه این شرکت چیه؟ اسمش هست قانون اساسی. و بعد چگونه انجام میشه بر اساس این قانون اساسی؟ این ملت میآیند و از طریق انتخابات و یا همه پرسی ها عرض کنم که این نهاد رو تعیین میکنن که چه کسانی باید مدیریت و اداره کشور رو بر عهده داشته باشه. یک دقیقه دیگه وقت داری. بعد ما عرض که در مقابل هیئت مدیره مجلس یا کنگره رو داریم، در مقابل مدیر عامل هیئت دولت رو داریم، در مقابل عرض کنم که هیئت بازرسان دیوان عالی رو داریم. در مورد سرمایه منابع و زیربنای اقتصادی کشور رو داریم و در مورد درآمدها هم مالیات‌ها رو داریم و رانت‌ها رو که حالا چون دیگه وقت ما تموم شد من با تفصیل بیشتری این تشابه بین یک کشور و یک شرکت سهامی رو اگر زنده بودم در برنامه آینده بیشتر توضیح خواهم داد. عمر شما طولانی، سایه عمر شما بلند آقای دکتر توریالای عزیز. تشکر میکنم، مقایسه جالبی بود. تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر و ادامه بس، اگر پرسشی دارید خواهش میکنم که مستقیما با خود تلویزیون ایران فردا از طریق فیسبوک تماس بگیرید، پرسشی دارید، یا میتونید از طریق فیسبوک خود آقای دکتر نوریالا اگه پرسشی دارید مطرح کنید که ایشون در برنامه بهش پاسخ بدن. میخواد آدرس رو بدید آقای نوریالا؟ لطف بفرمایید. عرض کنم که روی فیسبوک چه به فارسی چه انگلیسی بزنن به نوریالا، در لاتینش هم NORIALA، من اونجا صفحه ای دارم و در خدمت دوستانم هستم. ممنونیم، تشکر میکنم، تا دیدار دیگر.